یادش به خیر، قدیما میشستم پای فتوشاپ عکسامو میکشیدم مینداختم رو نرم افزار، با ابزارها با هزار تا دنگ و فنگ میشستم عکسامو جداسازی میکردم و به هر حال مینداختم توی تصویر دیگه و خوشحال میشدم. ولی حقیقتا یادش به خیر. سلام، من حمید سهرابیم. خیلی خوشحالم از این که پای این کلیپ نشستی. امیدوارم که هر جا هستی شاد و سلامت باشی. پیش از هر چیز لطفاً کانالمو سابسکرایب کن و زنگولشم به صدا در بیار. تو این کلیپ میخوام بهت نشون بدم که با چه ابزارهایی میشه یک سوژه رو از تصویر جدا کرد و به اصطلاح کندش. 3-4 تا ابزار هست و تو فتوشاپ نسخه های روز، چی گفتم، تو فتوشاپ های جدید این امکان خیلی ساده تر شده، ولی از پیچیده ترین امکان تا ساده ترین امکان تو این کلیپ واسه توضیح میدم. چرا پیچیده رو میگی وقتی ساده هست؟ چون اون ساده همه جا کارساز و کارآمد نیست عزیزم، و مجبوری که بعضا روی بیاری به اون پیچیده و خودت یه حرکتکی بزنی. نمیدونم حرکتک چیه، ولی بپردازیم به اصل داستان. این تصویر رو من انداختم تو فتوشاپ. تو هر تصویری که دلت میخواد بنداز، هیچ اهمیتی نداره. ابزار رو به ترتیب بررسی کنیم. بهترین ابزار چیه؟ کویک سلکشن. حالا بهترین و بدترین نگیم، اصلا بهترین و بدترین رو ول کن. از اینجا شروع میشه ابزار سلکت. کلیک چپ موس و نگه دار رکتنگیولار و الباقی رفقاش و خانوادش، که اگر اینو انتخاب کنم میتونم عکسمو اینجوری انتخاب کنم و مثلا ببرمش. ولی خب من نمیخوام مربعی یا دایره ی عکسو ببرم، میخوام فقط خودمو دوربری کنم و ببرم. پس این ابزار رکتنگیولاره یا رکتنگولاره واسه ما کارآمد نیست، حتی خونوادش. ولی به هر حال اینم کار همونه. مثلا من میخوام یه عکس پروفایل درست کنم با بک‌گراند، این تیکه رو انتخاب میکنم، ماسکش رو میگیرم. میبینی هر ابزاری تو حیطه کاری خودش میتونه کارآمد باشه. خب این ابزار رفت کنار. ابزار بعدی لس و تول که با ال انتخاب میشه، یکی از ابزار فوق‌العاده سخت و فقط واسه دیجیتال پینتر ها ساده است، چون زیادی با موس و قلم نوری سر کار دارن. ببین اینجوریه که من باید بیام خودم اینجوری سوژه‌ای که دارم و دوربری کنم، ولی یه کوچولو سخته، یه کوچولو تمرین کنی درسته. مثلا من این تیکه رو اشتباه رفتم، به هر حال خسته شدم دیگه، ببین مثلا ترکوندم از اول. مثلا من میام این تیکه رو انتخاب میکنم، حالا میگم خب کلاه موند، الباقی داستان موند، چی کار کنم؟ شیفت رو که نگه دارم، این از حالت اول که نیو سلکشنه میره رو حالت دوم که اد تو سلکشنه. یعنی چی؟ یعنی اضافه کن به سلکشن اول. اگر من دوباره بکشم اون قبلی رو ول میکنه، این جدیده رو میچسبه. ولی اگر اینو کلیک کنم روی این، یا که کما که روی این شیفت رو نگه دارم، میتونم به این اضافه کنم. میبینی شیفت رو من نگه داشتم و میکشم، ولی اگر آلت رو نگه دارم کم میکنم. مثلا من شیفت رو نگه داشتم، این تیکه رو اضافی فلواقع انتخاب کردم، حالا میخوام کم کنم، آلت رو نگه میدارم، این یکی میره روی فلواقع سابترکت و میتونم این بخش رو ازش حذف کنم. حالا یه کمی سخته میبینی، ولی با شیفت و آلت تو میتونی سوژه تو پیش ببری. من نمیتونم، دستم خسته میشه بخوام یه ضرب اینجوری کل سوژمو، اصلا کار اصلا نمیشه. باید هی تیکه تیکه اینجوری انتخاب کنم، شیفت و نگه دارم، هی به محدوده سلکشنم اضافه کنم. اگر یهو دیدم این تیکه رو اضافه سلکت یا انتخاب کردم، آلت و نگه میدارم و این تیکه رو دیسلکت میکنم، یا که روی اینا کلیک میکنم، این دیسلکته. ببین دستم بالا است، اصلا هیچی انتخاب نکردم، این دیسلکته، اینم اضافه میکنه به سلکت، یعنی اد تو سلکشنه. این سابترکته و این اد تو سلکشنه. اد تو سلکشن اضافه میکنه، سابترکت کم میکنه.
ولی اگر روی این باشه نیو سلکشن شیفت رو نگهداری کاره، اد تو سلکشن آلت رو نگهداری کاره، سابتراکت سلکشن یعنی کم کن از سلکشن قبلی. کنترل دی بزن تا کل محدوده ی سلکشنت پاک شه. مثلا من اینو انتخاب کردم، چیو میزنم که این از حالت سلکت در بیاد؟ کنترل دی از حالت سلکت در بیاد. این دومین ابزار که یه سری زیر ابزارم داره، پالیگونال لسو تول که چیه؟ اینو واسه من تیز انتخاب میکنه. نگاه یه کمی ساده تر از اونه، نیاز نیست کلیک چپ موسو نگه دارم، کافیه مثل پن تول یک کلیک کنم موسو ببرم این ور دوباره یک کلیک. ولی بدیشو میفهمید چیه دیگه، همش تیزه. خب اینم خوب نیست، ساده تره. نگاه من الان دوتا دستم رو هواست، ولی این همچنان این خط رو حفظی کرده. ساده تره ولی تیزه، مناسب نیست. نگاه کن این چه وضعه بریدنه. به نظر من خیلی انتزاعی بریده، ولی خب شاید تو خوشت نیاد. ولی گزینه بعدی ترکیبی از پالیگونال و لسو طوله. اینا همشون شورتکاتشون اله، ولی اگر بخوام بین اینا سویچ کنم چیکار میکنم؟ اجازه بده شیفت رو نگه میدارم، الو میزنم، به ترتیب بین اینها سویچ میکنه. لسو طول رو رفتیم، پالیگونال رو رفتیم، شیفت رو نگه میدارم و حالا میرم سراغ مگنتیک لسو طول. نگاه کن چیکار میکنه، خودش پیکسل ها رو تشخیص میده بر اساس تغییر ناگهانی پیکسل ها. خب این کلاه من مشکیه یا قهوه‌ایه، ولی تو این تصویر مشکیه و این ور سوژه من اون دیواره سفیده یا خاکستریه، پس تشخیص میده که بیشتر من رنگ قهوه‌ای رو میخوام بگیرم نه رنگ سفیدو. ولی خب اینم خطاهایی داره، ولی خب بهتر از به نسبت اون دوتا ابزاره. میبینی باز این تیکه رو خوب انتخاب کرد اگر وقت بذارم. ولی نهایتاً اصلا پیش نمیاد من از اینو استفاده کنم. من معمولا میرم سراغ کویک سلکشن، کافیه W بزنم تا انتخاب شه. یه سری زیر ابزار داره کویک سلکشن، آبجکت سلکشن و ماجیک وند سلکشن. مثل همون رکتنگیولار منتها چیکار میکنه؟ این محدودهی که انتخاب کردم رو در واقع بررسی میکنه و سعی میکنه پیکسل های مشابه و سوژه‌ای که میخوام رو حدس بزنه و انتخاب کنه. نگاه کن خودش این تیکه رو انتخاب کرد. مثلا من میگم فقط کلاه هم، این محدوده رو با Object Selection انتخاب میکنم، خودش ور میداره یه سری محاسباتی انجام میده. این هوش مصنوعیش خیلی قویه، فکر میکنم از نسخه 2020 به بعد اومد، نمیدونم شاید تو 2019 هم بود. ولی شیفت و نگه دار W بزن، ابزار عوض میشه، ابزار رو عوض میکنه. کویک سلکشن از قدیم الایام بوده، یک کلیک میزنی نگاه با یک کلیک کل اون سوژه رو انتخاب کرد. نگاه کن راحت یک کلیک میزنم، خودش تشخیص میده من کجا رو میخوام انتخاب کنم. تنها با چند تا کلیک ساده من میتونم اینها رو انتخاب کنم. آلت هم نگه دارم میتونم ماینس کنم یا که کلیک کنم رو این. آلت رو نگه میدارم و نگاه کن چقدر خوشگل سوژه‌مو برید. دیدی کمتر از 10 ثانیه من تونستم این سوژه رو ببرم. حالا یا ماسکمو دیلیت میکنم یا کنترل زد میزنم که به حالت قبل برگرد. ابزار بعدی ماجیک وند سلکشن، شیفت و نگه دار W بزن، یه کلیک بزن تو صفحه ماجیک وند. اول داستانش چیه؟ من الان یه کلیک کردم فکر کنم بفهمی یا فهمیده باشی. پیکسل های یه رنگ رو میگیره، خیلی حساسه، تولرانسش یکه، یعنی بی نهایت حساسه. اگر تولرانس رو بزنم مثلا روی 32، یعنی از حساسیتش کم کردم و نگاه با یک کلیک کل اون بک‌گراند رو گرفت. پس تولرانس رو زیاد کن تا حساسیت این ابزار رو کم کنی تا بتونی رنگ های مشابه رو بگیری. ولی اگر تولرانس یک بود، یک کلیک میکردم فقط تمرکز میکرد رو رنگ هایی که چه میدونم کدشون اینه، یعنی کاری نداشتی یه رنگ های مشابه چی، فقط یه رنگ رو میگرفت. ولی تولرانس بالا یه کمی مهربون تر، اجازه میده محدوده بیشتری انتخاب کنی. ولی من الان اینو ماسک بگیرم، این بیرون رو واسه من نگه داره، من درون رو میخوام، اشکال نداره. تو ماسک تو بگیر، بیا رو ماسک کلیک کن، کنترل رو نگه دار و یه دونه آی بزن، یعنی اینورت برعکس میکنه. و دوباره این تیکه هم انتخاب میکنی، براش مشکی رو ور میداری. حالا بعد دیگه اینا رو خودت بلد باشی اینا رو پاک میکنی. حالا توی کلیپ های بعدی بهت میگم. اینم
یه روش جداسازیه که ولی من زیاد نمیپسندمش. روش ها تموم شد، این روش ها، این ابزارهایی که اینجا داشتیم تموم شد. الباقیشو میریم تو سلکت، یه دونه داریم اسمش کالرنج. بر اساس اینم مثل ماجیک ونده، هیچ فرقی نداره. نگاه کن، من اینجا رو کلیک میکنم، فقط بخشای سفید رو انتخاب میکنه. اگر بگم این سیاهی ها هم انتخاب کن، شیفت رو نگه میدارم، این یه کوچولو هم انتخاب میکنم. دیدی؟ یا دوباره شیفت رو که نگه داشتم، یه کوچولو هم اینجا. اوکی که میزنم و حالا ماسکشو میگیرم، میبینم عینه هم ماجیک فند شد. ولی نگاه چقدر دقیق. میام رو ماسکش کلیک میکنم، کنترل آی، یعنی اینورت کن. نگاه کن چقدر بامزه. پیرن منم حتی حذف کرد. اگر میخوام پیرنم برگرده، براش سفید و ور میدارم، روی ماسکش میکشم. حالا میگم قضیه ماسک چیه، خودتو خسته نکن. فعلا میخوام بگم که این ابزار داستانش اینه. اصلا قضیه ماسک رو ول کن، این کلیپ فقط راجب چیه؟ فقط راجب در واقع مدل های دوربری سوژه است. کالرنج هم خیلی بامزه است. و یه روش دیگه هم هست، خیلی بامزه و ساده است. یکی از این ابزارهای سلکشن رو انتخاب کن، یا کویک سلکشن، یا ماجیک فند، یا لسو تول، یا مگنتی، یا رکتانگیولار، یا هر چی. یه ابزار سلکت رو از اینجا انتخاب کن. وقتی انتخاب میکنی، حالا مثلا من کویک سلکشن رو انتخاب میکنم، بله ترجیحاً کویک سلکشن یا یکی از اینا رو انتخاب کن، یا هم میبینی یه دکمه به تولز کاستومیزیشن بار اضافه شد، نوشته سلکت سابجکت. بزنیم ببینیم چی میشه. با یه کلیک کل سوژم رو انتخاب کرد. حالا کافیه ماسکش رو بگیرم. تموم شد و رفت. دیگه هیچ چیز خاصی ازت نمیخواد. یه دونه کلیک زدم، ببین ابزار کویک سلکشن رو انتخاب کردم، یه سلکت سابجکت رو زدم، کل سوژم رو انتخاب کرد و حالا ماسکش رو گرفتم. ببین چقدر ساده، با یه کلیک. این هوش مصنوعی خیلی قویه، ولی ما رو تنبل میکنه دیگه، ولی کار راه اندازه. اصلا حوصله نداری یه سوژه رو از بک‌گراند سفیده شد سری یه کلیک میزنی تموم میشه میره. ولی بعضا شاید مشکل پیش بیاد که این سلکت سابجکت خوب انتخاب نکرده باشه. مثلا حالا من اینجا زیاد تار موی ندارم، ولی اگر موی توی صحنه باشه، تارهای مو اینجوری پراکنده باشه، بعد از سلکت سابجکت نباید ماسک بگیریم، باید بریم توی سلکتن ماسک و یه سری کار اونجا بکنیم. ولی این سلکتن ماسک خودش یه دنیای دیگه است. تو این کلیپ فقط خواستم انواع برش ها رو بهت بگم. من الان اینو با سلکت سابجکت انتخاب کردم، ماسکشو میگیرم، مثلا یه صفحه سفید میسازم و اینو میبرم میکشم توی صفحه سفید. اینم شد از چی؟ از انتهای این کلیپ. دیدی چقدر ساده؟ اینا رو تمرین کن، امیدوارم که لذت برده باشی. فقط یه سوال، این که بپرسی کدوم ابزار بهتره، من میگم هیچ کدوم، یا اینکه همه ی ابزارها بهترینن، منتها باید ببینی کجا باید ازشون استفاده کنی. البته یه ابزار دیگه هم موند، من یادم رفت، ابزار پن نازنین. پیو میزنی، مثلا سوژت دیگه خیلی سخته، نه کویک سلکشن میتونه، نه لسو، نه هیچی، با پن ور میداری خودت تو کلیپ قبلی که این بالا گذاشتمش، بد یاد دادم چجوری از پن استفاده کنی. اینو بذار روی پس و حالا بکش. مثلا یه دوربری ساده ای انجام بده. مثلا من این بخش رو انتخاب کردم، میبندم، یه کلیک راست، make selection، یعنی از این path، از این مسیر یه محدوده selection بساز. fade reduce یا میزان محوی هم بزن صفر که کاملا زبر باشه. و نهایتا mask. نگاه کن، اجازه بده، delete. این چون رو shape بود اجازه نداد. و نهایتا mask. اینم از ابزار پن. با پنم من تونستم این اتفاق رو رقم بزنم. با هزار تا ابزار دیگه میتونم این اتفاق رو رقم بزنم. با چه ابزاری؟ شاید کسی دیگه بگه بابا ابزار تموشو. چرا؟ من شیپ میکشم، میندازم اینجا، کنترل رو نگه میدارم، کلیک میکنم رو این و حالا میرم تو لایه پایینی ماسک. دیدی حتی من با ابزار جانبی هم این برش رو زدم. فتوشاپ سلطان برش جهانه. به هر حال دیگه سرتو درد نیارم. این که کدوم ابزار بهتره،
باید خودت تصمیم بگیر، ببینی کدومش واسه تصویرت مناسبه، با همشون کار کن، به مرور خودت میفهمی که کدوم ابزار بهترینه. من حمید سهرابیم، خیلی خوشحالم از اینکه پای این کلیپ نشستی. کانالمو سابسکرایب کن، لایک بزن، واسه دوستات بفرست و امیدوارم که لذت برده باشی و به هر حال ارادت.